و هم دعا کنیم و بریم کلام خداوند رو بشنویم ای hey, پدر تو شکر میگیم برای وجودت hey, ای عیسی مسیح ای hey, خداوند تو رو شکر میگیم برای حضورت برای اینکه سر کلیسا هستی برای اینکه خداوند و وقتی رفتی روح خودت رو فرستادی روح القدس رو فرستادی تا تمام حقایق رو به ما نشون بده و ما رو در خود دیاری کنه خداوند امروز روح قدوس تو کلامت رو مس کنه و به سر دنیا به منزل هموطنانمون اون برسونه اونهایی که تشنه هستن اونهایی که خداوند تشنه و گشنه عدالت و حقیقت هستن امشب مسیح زنده خداوند رو ببینن بشناسن و ایمان بیارن و نجات پیدا کنن خداوند باشه امشب کلام تو به اعماق قلب هر تشنه و هر حقجو فرو بره و اون وجود اونها رو از ظلمت به نور از موت به حیات بیاره در نام ایسای مسیح دعا میکنیم آمین یوحنا باب چارده رو ادامه میدیم هفته قبل آیات یک تا سه رو از یوحنا باب چارده مطالعه و بررسی کردیم و امشب همین آیات رو میخونم ولی چون جلسه قبل به این آیات پرداختیم دیگه امشب زیاد راجبش توضیح نمیدم و میریم به آیات چهار تا چهارده از آیه یک باب چهارده یوحنا میگه دل شما مسترب نشود به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید در خانه پدر من منزل بسیار است و ایلا به شما میگفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید و جایی که من می میدانید و راه را می دانید تو ما به دو گفت ای آقا نمی دانیم کجا می روی پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی به دو گفت من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید به وی گفت ای آقا پدر را به ما نشانده که ما را کافی است ایسا به دو گفت ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم لاکن پدری که در من ساکن است او این اما را می کند مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و ایلا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آرد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد زیرا که من نزد پدر میروم و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. تا پدر در پسر جلال یابد اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد ایسای مسیح فرمود دل شما مسترب نشه به خدا ایمان آورید به من ایمان آورید و بعد ادامه میده و میگه جایی که من میرم میدانید و راه را میدانید جایی که من میرم اونجا رو شما میدونید کجاست و راه رو هم میدونید چیه اگر این سوالو از تمام مذاهب دنیا بکنیم و تا حالا یه چیزی بوده 1300 مذهب به دنیا فروخته شده اگر ازشون سوال کنیم آیا میدونید راه به بهش چیه؟ و چجوری میشه به اونجا رسید؟ صد درصد هر یکشون یک سری فلسفه هایی در رابطه با این دارن چون این سوالی بوده که در تمام اعماق وجود انسان همیشه تنین انداخته و خب ما انسان ها خودمون رو میشناسیم دیگه نه سوالی که برای جواب نداشته باشیم خیلی آزار میده برای یه جوری شده یه چیزی باید به عمل بیاریم که جواب سوال ما رو بده خیلی ها بلند شدن و گفتن ما راه رو میدونیم چیه دنبال ما بیاین ما شما رو اونجا میبریم ولی یکی شون ثبت شده از صد نفرشون صد نفرشون مردن و دف شدن و سخناشون پوسید و بقیه نفهمیدن که آیا به اون جایی که باید میرفتن رسیدن یا نه و هیچ کدومشون بر نگشتن و بیان به ما بگن که اون ور چه خبر بوده میدونید این منطق استدلالی بود که من سالها استفاده میکردم برای اینکه بگم تمام مذاهب بی خود و پوچه میدونید چرا؟ برای اینکه نمیدونستم عیسی مسیح مرد دفن شد و روز سوم قیام کرد و برگشت و چه روز با شاگردان و با جماعتی زندگی کرد اونها رو از ملکوت خدا تعلیم داد و بعد به آسمان سود کرد و الان در دست راست خدای پدر در مکان اقتدار و قدرت داره عمل میکنه نمیدونستم بنابراین در افکار خودم در فلسفه‌ای که برای خودم به عمل آورده بودم میگفتم منطق این رو میگه که کی اومده از اون که به ما بگه جریان چیه همه مردن و رفتن مقبره هاشون هست حرم هست زری هست براش پول میریزن طلا و جواهر میریزن که آرزوهاشون حاجتهاشون برآورده شه ولی کدوم یکیشون برگشتن از مرگ نمیدونستم که عیسی زنده است و قیام کرده ولی کسی که داره این امید رو به ما میده کسی که داره میگه شما راه رو میدونید میدونید من کجا میرم و شما راه رو میدونید کسیه که مرد دفن شد و بعد روز سوم قیام کرد روز سوم زنده شد و نه تنها کتاب مقدس این رو ثبت کرده نه تنها هزاران هزار شاهد این رو ثبت کرده نه تنها تاریخ نویسان قرن اول این رو ثبت کردن بلکه زندگی های خودمان شهادت میده خود من که خدا رو نمیسوزم قبول کنم یا رد کنم اون شبیه که عیسی رو صدا کردم و واقعا یک آدم خوب میشناختمش همین همینو بس و فکر میکنم مرده تو قبره اون شب خودش اومد با من صحبت کرد اون شب خودش اومد زندگی من عوض کرد قلب من عوض کرد اون شب خودش اومد خانواده این منو 16 نفر در از یک سال ملاقات کرد از پدر پیر 75 سالم گرفته تا برادرام خواهرم پدر و مادر خانومم هللویا و بعد شهادت بسیاری از هموطنانم هم شنیدم که خداوند اونها رو ملاقات کرده و این یک دلیل برای زنده بودن مسیح چون اگر مرده بود نمیتونست صحبت کنه اگر مرده بود نمیتونست عمل کنه اگر مرده بود نمیتونست قلبا رو عوض کنه نمیتونست زندگی های پوسیده رو درست کنه یه میگه میگه شما میدونید من دارم کجا میرم چون میدونه نه کجا اومدم عیسی مسیح فرمود گفت من از بالا هستم شما از پایین هستید اونی که از بالا اومده میتونه بگه اون بالا چه خبره نه اونی که این پایینه خیلی دنبال پیغمبرها رفتن رسولان خدا رفتن و راه رو گم کردن از خود محمد پرسیدن گفتن ای رسول خدا تو اون بالا میری تو اگه بمیری میدونی کجا داری میری آیا وارد بهش میشی گفت من یه آدم گناهکارم من نمیدونم خودشم تا آخرین لحظه نمیدونست کجا میره بودا نمیدونست کجا میره زرتوش نمیدونست کجا میره ایسا مسیح فرمود گفت اونایی که قبل از من اومدن همه دوز راهزن بودن و اونایی که بعد از من میان گرگ هستن در لباس میش هوشیار باشین گول اینها رو نخورین و تو ما این سوال جالب رو میکنه میگه ای آقا نمیدانیم کجا میرویم پس چگونه راه رو توانیم دانست و بسیاری میگن ما نمیدونیم دارن برنامه رو میبینن رو تلویزیون شاید برای بار اوله و میگم ما نمیدونیم به ما بگو به ما بگو راه چیه جریان چیه خدا رو شکر که یه پیغمبر دیگه اینجا وای نستاده که بخواد یه در دیگر راهنمایی کنه خدا رو شکر خدا رو شکر که این کلام من نیست بلکه کلام عیسی مسیح خداونده من فقط دارم بازگو میکنم این صدای ندا کننده است در این بیابان و سوال جالبی میکنه تو مام سوال رو راستی میکنه تعارف و گذاشته کنار میگه واقعا مطمئن نیستم کجا داری میری واقعا مطمئن نیستم چجوری بیام اونجا و چقدر خوبه رو راست باشی چقدر خوبه هموطنان ما همه رو راست باشن بگم بابا خسته شدیم 1300 مذهب تو این دنیا معرفی شد بابا میخوایم ببینیم حقیقت چیه میدونیم هدف و منظوری است برای به وجود اون من می میدونیم تصادفی از یه مش کپک و قارش به وجود نیمدیم تکامل ما رو به وجود می میدونیم خالقی است میخوایم این خالق رو بشناسیم میخوایم بدونیم چجوری با این خالق تا ابد زندگی کنیم عیسی مسیح به ما میگه عیسی به دو گفت من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید از این واضح تر من باور کنیم با این سواد کم ادبیات فارسیم نمیدونم چجوری اینو بخوام بازش کنم من راه و من راستی و من حیات هستم هیچ کس یعنی مطلقا هیچ کس هیچ احد و ناسی چه میخواد سید باشه چه میخواد نباشه هیچ نزد پدر جز به وسیله من نمیآید آید بسیار این رو شنیدن و گفتن شما مسیحا خیلی کوتاه فکرین خیلی افکارتون بست است بابا باز باشید دنیا رو ببینید تمام فرهنگ ها رو ببینید عقایق رو ببینید همه اینا خوبه همه اینا عالیه همه اینا دارن از خوبی و درستی و صداقت و پاکی صحبت میکنن همه اینا چیزهای تو خوب توشه بله خیلی چیزهای خوب هست تو خیلی از مذاهب همینطور همی که توی مرگ موش خیلی چیزای خوب هست نه چون مرگ موش هم 97 درصدش قضاست اون 3 درصد سیانورشه که میکشه اگر 97 درصد سیانور بود موش از دو فرسخی فرار میکرد میتونست این زهره میکشتش ولی 97 درصدش قضاست قضای یه وقتی میخوره میگه بهبه حالا نمیدونم موشا چجوری بهبه میگن ولی ولی میخورم چون ما گذاشتیم دوای مرگی موش گذاشتیم دیدیم نصفش رفته بابا این موشه به این قدری یه تیکه این قدری خورده کجا رفت اینا 97 درصدش غذا هست اون 3 درصدش که داره میکشه بله این که کتابای دیگر رو باز میکنیم میگن خوب باشین پاک باشین نمیدونم درست باشین کمک کنیم به هم همدیگر رو دوست داشته باشین نمیدونم گشنه رو غذا بدین همه اینو جای خودش خدا رو شکر خدا رو شکر بر این چیزای خوب ولی اونا راه رو نمیدونن تو هیچ کدومشون پیدا نمی کنید. که به وضوح به ما بگن راه چیه؟ پدر کیه؟ حتی میگن اگه شما پدر صداش کنید کف گفتید ولی عیسی میگه شما دیگه غلام و بنده نیستی شما برادران من هستید به واسطه خون من شما فرزندان خدا خوانده شدید او پدر شماست و من میتونم اینو باور کنم چون هیچ وقت نتونستم اینو باور کنم که خدایی ما رو به وجود بیاره بعد یک خدایی باشه که هیچ جوری نشه باش رابطه برقرار کرد اصلا نخواد با ما رابطه داشته باشه بعد میگم خدایا اگر اینطوره تو چطور یه خانواده رو بنیان گذاشتی و این رابطه بین پدر و فرزند رو بنیان میذاری و اینقدر محکمش میکنی رابطه بین زن و شوهر رو بنیان میذاری و بهش اینقدر اهمیت میدی رابطه بین مادر پدر و بچه ها رو اینقدر رو بهش اهمیت دادی خدایی که اینها رو بنیان گذاشته خودش مبرا از اینه اگه ما رو به وجود آورده نمیخواد با ما هیچ رابطه ای داشته باشه چون میدونی ادیانی که معرفی شدن میگن خدا رو نمیشه شناخت خدا به هیچ وجه نمیخواد با ما رابطه داشته باشه و اینکه ما بخوام باش رابطه داشته باشیم رابطه شخصی این کفره ولی خدایی که این کلام صحبت میکنه اینطور نمیگه میگه من شما رو آفریدم برای خودم و برای زندگی با خودم برای لذت خودم که من از شما لذت ببرم شما از من لذت ببرید من میتونم اینو باور کنم چون خدایی که لبخند رو آفریده خودش مبره از لبخند نیست خدایی که شادی رو آفریده خودش مبرا از شادی نیست خدایی که این صفات رو در ما گذاشته خودش مبره از این صفات نیست یه حیولای کازمیک نیست اون بالا نشسته اینطوری که معرفیش میکنن برای این خدا باید سیمی اومد رو این زمین جسمی بوشید مثل ما انسان میشد تا به ما بگه بابا قلب این پدر آسمانی که شما را آفرده کیه؟ چیه؟ و این منطقیه اگر من میخوام برم با این سری مورچه صحبت کنم میتونم در این جسم انسانیم با اونها رابطه برقرار کنم؟ نه باید این نه همون مورچه بشم نه؟ این منطقی نیست؟ و خدا هم همین کار کرد اومد در جسم انسانی که به ما بگه پدر کیه؟ ملکوتش چیه؟ و راه چیه و کیه؟ و عیسی مسیح داره به وضوح میگه میگه راه راستی و حیات این سه چیز که مهمترین چیز تو این دنیا شناختش میخوایم بدونین چیه؟ میگه منم نمیگه من راه رو به شما یاد میدم گرچه راه رو به ما یاد داد نمیگه من راستی رو به شما یاد میدم بلکه گرچه یاد داد نمیگه من حیات رو به شما معرفی میکنم گرچه حیات رو معرفی کرد میگه من خودم راه من خودم راستی من خودم حیاتم تمام این کلام خدا در محور مسیح میچرخه تمامش مرکز تمام این کلام عیسی عیسی مسیح به فریسیان گفت گفت شما کتب رو برین موا... تحقیق کنین تفتیش کنین شما میبینین هر صفحه داره از من صحبت میکنه در رابطه با منه در رابطه با شناخت خداست در رابطه با شخصیت خداست و در رابطه با نجات انسان و مصالحه انسان با خدا خدا رو شکر میکنم که خداوند یک راه رو گذاشت درسته خیلی ها هزار راه باشه و وقتی میپرسم چرا میخواین هزار راه باشه برای اینکه میبینم برای خودش یه فلسفه درست کردن و می‌خوام این فلسفهشون باطل در نیاد آقا جون من میخوام اینجوری به ملکوت خدا برسم اگر بهشتی هست اگر خدایی هست اگر اون دنیایی هست من میخوام اینجوری بهش برسم من میخوام هر جوری که تو این دنیا میخوام زندگی کنم ملکوت خدا رو داشته باشم میخوام هر نامردی و بیعدالتی رو انجام بدم میخوام به تمام نفس و امیال خودم برسم تو این دنیا اون دنیا هم داشته باشم آخه تو کی هستی به من میگی که فقط یک راهه من نمیگم اونی که از اون بالا اومد اونی که تو رو آفرید داره میگه میگه فقط این تنها راهه جز به وسیله من عیسی مسیح فرمود تو به ملکوت پدر نمیرسی میخوای باور کن میخوای باور نکن هیچ چیز رو عوض نمیکنه حقیقت این یکی از خاصیت های حقیقته میدونین حقیقت سفید یا سیاس خاکستری نداره این وسط تو کلاس ریاضیات به ما چی میگن دو به علاوه دو میشه چهار حالا هرچی دل من بخواد این دو علاوه دو بشه پنج نمیشه دو به دو چهاره میخوای بالا برو پایین بیا دو به دو چهاره پس موقعی که معلم داره اینو به من تعلیم میده بهش بگم تو چقدر کوتاه فکری؟ بابا باز فکر کن دو به دو میشه پنگ هزار بابا عشق دم صفاس چرا اینقدر چارتا چارتا میکنی؟ دوتا دوتا میکنی؟ ها؟ نه حقیقته تو ساختمانی بخوای بساز دو بلوی دو رو بذار پنج ببین ساختمان چه جوری سرت خراب میشه م? مهندسین عزیز اینو میتونن شهادت بدن آمین حقیقتی هست و خدا رو شکر کنیم که یک راه گذاشت برای نجات چون میدونین چیه سزای همه ای ما مرگ بود همه ای ما خطا کرده بودیم همه ای ما گناه کرده بودیم همه ای ما باید میرفتیم هلاک شیم حق ما جهنمه حق ما ملکوت خدا نیست هر جوری که خواستیم زندگی کردیم به هر کسی خواستیم بیادبی بی کردیم بی احترامی کردیم بی عدالتی کردیم دروغ گفتیم هزار جور بدی کردیم کینه گرفتیم خشم گرفتیم تهمت زدیم همه این کارا رو کردیم گردنمون هم راست و راست سیخ نگه داشتیم زورمون به هر کی رسید به زور گفتیم و بعد میگیم خدا چه حقی داره من داوری کنه خدا چه حقی داره بگه دو بلاوی دو میشه چهار خدا چه داره بگه فقط یک راهه بابا خدا رو شک کن میگه یک راه برات گذاشتم تو حیات داشته باشی و این راه ایسای مسیحه چطوری؟ خدای چطوری؟ چون اینو کلامت متوجه میشم خدای تو عادل هستی چطوری میتونی عادل باشی؟ اگر یه آدم خطاکار و گناهکار رو که هزار جور گناه و خطا ازش سر زده تا همینجوری ببخشی وارد ملکوت خود کنی چطوری میتونی عادل باشی همینطوری که یک قاضی دادگاه نمیتونه عادل باشه اگر یک کیسی رو براش آوردن اگر شخصی اونجاست میگه ای قاضی دادگاه عدالت رو امروز انجام بده دختر من رو این آقا گرفته تجاوز کرده کشته امروز تو عدالت رو انجام بده من قاضی بگه چند تا دیگه بچه داری میگه خب پنج تا میگه پنج, تا دا دیگه داری این باورم بذار بره حالا یه خطایی کرده بزه بره اون روز چی میگه اون شخص میگه بابا عدالت کجا رفت انصاف کجا رفت و دیگه اون قاضی نمیتونه تو اون جای قضاوت بشینه چون عادل نیست عدالت رو انجام نداد همینطور خدا اگر گناه رو داوری نکنه و اگر داوری کنه چه بلایی بر سر ما آدمای گناهکار میاد کلام خدا میگه میگه سزاش دوری از منه مرگ ابدی خدایا پس تکلیف ما چی شد میگه دل شما مصرب نشه من میام من میام من میام این گناهان شما رو بر خودم میگیرم این داوری رو بر خودم میگیرم من میام مثل شما انسان میشم من میام جسم عینن شما جسم میپوشم با این تفاوت که من خدا هستم در من هیچ گناهی نیست و بعد میام تمام گناهان شما رو تمام اون چرا که باید داوری بشه بر خودم میذارم میبرم روی صلیب و داوری میکنم وقتی یحیی تمیدند ایسا رو دید گفت این بره بی گناه که گناهان جهان رو بر میداره خدا من برای برای قربونی فرستاد که برای یکی که ما قربونی شه و فدیه ای برای ما باشه وگرنه ما تا ابد هلاک بدیم و این هدف خدا نبود این هدف خدا نبود که انسان رو بیافرینه و در گناه بره هلاک شه دور از خدا وقتی این گناه در باغ عدن اومد خدا همونجا چاره رو براش گفت گفت از ذریت زن یعنی روزی مریمی خواهد بود مریم باکره از ذریت این زن کسی به دنیا میاد که سر شیطان رو میکوبه و شیطان پاشنه اون رو کبود میکنه همینطور شد اون دو هزار سال پیش روی صلیب جلجتا همین شد از ذریت زن ایسا اومد که سر شیطان رو کوبید و اونچه که ما رو بسته بود و میبرد حلاک کنه خدا بر خودش گرفت و داوری کرد و ما رو آزاد کرده از این داوری از این حکم بر ما پس این یک راه گذاشت گفت من میام و فقط تنها همین راهه <applause> چون هیچ انسان دیگه نمیتونه برای انسان دیگه قربونی شه و اون انسان رو نجات بده همه گناه کردن من بدهکار منی که دو میلیون دلار قرض دارم چطوری میتونم پنج میلیون دلار قرض دیگر رو بدم تا اونی که داره میتونه بده اون فقط خدا بود اون فقط قدوس بود اون فقط پاک بود عیسی برای گناهان خودش نبود که بالای صلیب داوری شد عیسی برای گناهان ما بود حتی سران مذهبی که او رو دستگیر کردن گفتن در تو نمیتونیم گناهی ببینیم به جز اینکه تو خودتو با خدا یک میخونی پیلاتوس او رو محاکمه کرد و گفت من در این مرد هیچ گناهی نمیبینم و میدونست سران مذهبی به خاطر حسادتشونه که او رو دستگیر کردن عیسی مسیح فرمود اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید و بعد از این او را میشناسید و او را دیده اید میخوایم بدونید خدا کیه ایسا رو بشناس میگه اگه منو دیدی اگه منو شناختی خدا رو شناختی کلوسیان باب یک میگه ایسا چهره دیدنی خدای نادید است ایسا چهره دیدنی خدای نادید است یوحنا باب شیش آیه چهل ایسای مسیح فرمود و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و به دو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهیم برخیزانید هر که پسر را دید و به دو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و با من اون رو قیام میدم من اون رو زنده میکنم فیلیپوس شخص دومه که میخواد حقیقت رو بشناسه میخواد واقعا بدون جریان چیه میگه به وی گفت ای آقا پدر رو به ما نشانده که ما رو کافی است عیسی به دو گفت ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم لکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید فیلیپوس میگه خدا رو به ما نشون بده پدر رو به ما نشون بده دیگه تموم شد ایسا میگه فیلیپوس سه سال و نیم من با شما بودم سه سال و نیم تو با من زندگی کردی کلام خدا رو شنیدی اون کلامی که از خودم نمیگم بلکه اون پدری که من فرستاد اونه که به من میگه چی بگم معجزات هم رو دیدی معجزاتی که پدر به این وسیله داره من تصدیق میکنه که اون در منه و من در پدرم دیدی که بر طبیعت بر خلقت حاکم بودم وقتی طوفان دریا رو آروم کردم وقتی آب رو به شراب تبدیل کردم دیدی کور اومد کور مادرزاد اومد بینا شد علیل و مفلوج مادرزاد اومد شفا پیدا کرد خرامان شد جزائمی اومد تاهر و پاک شد دیدی که با پنج نون و دو ماهی هزاران هزار نفر رو قضا دادم دیدی که مرده ها رو زنده کردم این که چهار روز مرده بود از قبل بیرون آوردم و باز تو میگی پدر رو به من نشون بده چرا باور نمی که پدر در منه و من در پدر و این سوالی که امروز من از هموطنانم هم می کنم سالهاست که این پشت تریبون ایستادیم و کلام خدا رو اعلام کردیم مسیح رو به دنیا معرفی کردیم سالهاست نشستید و برنامه ها رو نگاه کردید آیه با آیه لغت به لغت رفتیم جلو و باز هنوز شما نمیدونین خدا کیه باز هنوز میگید الله و اکبر باز هنوز نمیدونید ایساست خدایی که اومد برای نجات شما باز به یک بت توکل میکنید برای نجاتتون برای نجات خودتون زنتون بچهتون ملتتون ایسا میگه منو نشناختین این همه سال خادم من اینجا هنجرش رو پاره کرد کلام رو به شما گفت راه رو به شما نشون داد حیات رو به شما معرفی کرد و باز میگین راستی چیه؟ پدر کجاست؟ خدا کیه؟ راه چیه؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است عیسی مسیح میفرماید آیا عیسی رو دیدید آیا عیسی خودش رو به شما مکشوف کرد در کلامش چون نمیدونم چیز دیگه تو این دنیا بتونه با عیسی و شخصیتش و کارهاش مقابله کنه کی رو میشناسید یکی رو به من معرفی کنید که پاک و قدوس بود حتی دشمنانش نتونستن یک گناه ازش ذکر کنن م? کی بود که یک خون از دماغ کسی بیرون نیورد حتی تا حد مرگ وقتی میخواد تو دست و پاش فرو کرده و نیزه به پهلوش فرو کردن وقتی به سرش خار گذاشته بودن اون رو شلاخ ها زده بودن باز میگو پدر اینا رو ببخش نمیدونن چی کار میکنن یکی رو به من تو این دنیا معرفی کنی از این پیغمبرهای ادیان مختلف که تونسته چنین عمل کنه چنین محبت کنه چنین گذشت کنه بمیره و بعد روز سوم قیام کنه اگر یکی رو تونستین به من معرفی کنین من حاضرم حرف هم پس بگیرم چون منطق و استدلال به من اجازه نمیده که بخوام خرافاتی باشم بخوام متعصب باشم چون میدونین جریان چیه؟ جریان سر حیات و مرگه حیات و مرگ من بابا ابدیتی هست که در دو جا امکان داره فقط در دو جا یا در حضور خدا یا دور از حضور خدا من با ابدیت هم شوخی نمی کنم من نمیذارم تعصب هیچ مذهبی منو بر بگیره و حقیقت رو از دست بدم استدلال و منطق رو به کار میگیرم سوال میکنم تحقیق میکنم پرسش میکنم عقاید مذهبی میرزم دور حتی اگر پدرم ناراحته اگر مادرم ناراحته خدا رو شکر که نیستن پدرم در آسمان پلو ایسای مسیح مادرم اینجا در حضور رو خداونده ولی اگر حتی اونام ناراحت بودن اگر تمام دنیا میخواست بر علیه من بلند شه من این حق رو به خودم میدادم که ابدیت خودم رو راجبش مطمئن باشم نه اینکه انشاالله یه روزی ببینیم اون بالا چی میشه نه بابا میخوام ببینم جریان چیه شوخی نیست عیسی مسیح داره میفرماید میگه جز به وسیله من هیچ کی نزد پدر نمیاد اون روزی که من سرام بذارم برم از این دنیا دیره اون روز روز داوری منه دیگه نوبت دومی وجود نداره پس این سوال من از هموطنان من سوال ها این برنامه رو شنیدید گوش کردید کلام برای شما با استدلال و منطق و پشوانه تاریخی به شما عرضه شده آیا وقتش نیست تصمیم بگیرید تعصب رو کنار بذارید چون این حیات و مرگ شماست این ابدیت شماست که باش دارین شوخی میکنی عیسی مسیح فرمود آیا باور نمیکنی که من در پدر هستم و پدر در من است سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم لاکن پدری که در من ساکن است ایسا میگه من از بالا اومدم من دارم اون چرا که شنیدم پدر به من گفته من دارم به شما میگم نیومدم اینجا یک مذهب دیگه اختراع کنم خب یهودیت بود حالا یه مذهب جدید تر بدیم بیرون یهودیت زر خشم بود حالا یه مذهب جدید بدیم بیرون یه مذهب قشنگتر بدیم بیرون یه مذهب عرفانی بدیم بیرون مثل بعضی که برشن عیسی رو عرفانیش کردن نه مسیح فقط سمبل محبت و گذشت نبود که ما همین را داشته باشیم او گفت من راهم من راستیم من حیاتم حیاتی به جز من وجود نداره ملکوتی به جز من وجود نداره و این چیزهایی که من میدونم در رابطه با ملکوت خدا دارم به شما میگم از خودم در نیاوردم بگم عیسی مسیح فرمود مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است و الا رو به سبب آن اعمال تصدیق کنید کدوم اعمال کی تونست سی سد و بیست و چهار پیشگویی رو در سی, و سی سال و نیم زندگیش به انجام برسونه مو به مو کی تونست صدها و صدها معجزه رو انجام بده که یوحنا رسول میگفت اگر کارهای مسیح رو بخوایم تو کتاب رو بنویسیم تمام کتاب های دنیا گنجایش نداره همینقدر برای شما نوشته شده که شما ایمان بیارید عیسی خداست آیا وقتی به زندگی مسیح به کارهای مسیح به گفته های مسیح نگاه میکنیم آیا چهره و صورت خدا رو نمیبینیم؟ چون اون بر همین اومد که خدا رو به ما نشون بده آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آرد کارهایی رو که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد زیرا که من نزد پدر میرم این سوء تفاهم برای کسی نشه و منظور عیسی رو باید اینجا کاملا درک کنیم اینکه عیسی میگه کسی که به من ایمان میاره کارهای بزرگتر از من میکنه کارهای فیزیکی نیست کارهایی در قلم رو روحانیه چون من خودم شخصا ندیدم کسی تاله بتونه مرده که چهار روز مرده تو... تو قبل بوده بتونه زنده بیرون بیاره شما دیدین؟ من ندیدم گرچه رسولان عیسی این قدرت رو خدا بهشون میده که مرده رو زنده میکنن شفا میدن و بندها رو آزاد میکنن خدا این قدرت رو بهشون داده بوده شخصا به رسولانش ولی اینکه کارهای بزرگتر از او انجام میدیم عیسی فرمود در قلم رو روحانیه چون میدونی چیه؟ وقتی پتروس در روز پنتکاست وقتی عیسای مرده و زنده رو دید و از روح خدا پر شد در روز پنتکاست میسته و عیسای مرده و قیام کرده رو بشارت میده اون روز سه هزار نفر ایمان میارن هیچ جای کلام ثبت نشده بود که ایسا جایی موعظه کرده باشه و سه هزار نفر ایمان آورده باشن بودن صدها ایمان آوردن ولی نه به این عظمت و بعد چند روز بعد دو هزار نفر دیگه ایمان میارن و کلیسای اولیه به سرعت رشد میکنه امروز میبینیم واعظین خداوند خادمین خداوند عیسی مسیح به میلیون ها بشارت میدن و هزاران هزار دارن ایمان میارن امروز از همین برنامه های ستلایت به ما خبر میرسه که هزاران هزار در سراسر سر دنیا برنامه و ایمان آوردن که عیسی مسیح خداوند و منجی شونه هللویا اون چی رو که خداوند اینجا داره از صحبت میکنه در قلم رو به رو روحانیه اون چی که خدا رو آشکار میکنه اون چی که خدا رو جلال میده و عیسی مسیح فرمود و هر چیزی رو که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد و وقت نباشه فکر کنیم میتونیم هزار جور خواسته های دل خودمون رو در دعا بیاریم یه در نام عیسی مسیح هم آخرش بذاریم و بگیم دیگه رفت دیگه تموم شد نه منظور عیسی اینه که اون چه که مطابق شخصیت و خواسته خدای پدره اون دعایی که اون خواسته ای که مطابق خاص و شخصیت و اراده خداست در نام من بخواین به شما داده میشه وقتی میگیم ای پدر این همسایه من نجات بده تو رو نمیشناسه داره میره داره داوری داره میره هلاک شه ای پدر روح القدس رو بفرست چشماشو باز کن در نام عیسی مسیح شما زدی به هدف ایسا گفت بدون که میفرستم بدون که انجام میشه وقتی میگیم خدایا به من قدرت بده میخوام تو رو خدمت کنم نمیخوام با گناه سازش کنم نمیخوام آلوده این دنیا بشم میخوام این زرق و برق دنیا این امور دنیا از جلوی چشم دور شه به من قوت بده تا ملکوت تو رو ببینم تا امور این دنیا رو دلم به ملکوت تو باشه تا امور این دنیا در نام عیسی مسیح اون موقع زدیم به هدف میبینیم افکارمون قلبمون خواسته هامون داره عوض میشه میگیم خداوند میخوام کلام رو درک کنم میخوام واقعا بفهمم منظور چی از این آیات میخوام بفهمم قلب تو چیه تو این کلامی که گفتی میخوام هدف و منظور برای این زندگی رو درک کنم میخوام واقعا بدونم از کجا اومدم چطور اینجا زندگی کنم و دارم کجا میرم در نام عیسی مسیح پدر کمکم کن آمین اون موقع است که میبینیم طول نمیکشه خداوند مکاشفات خودش رو در کلام برای ما باز میکنه ما رو کمک میکنه ما رو یاری میده ما رو بنا میکنه ما رو قوت میده اون چه که خواسته پدره اون چه که خدا رو جلال میده اونه که در نام عیسی مسیح انجام داده میشه حالا اگه بیایم میگم خدای امروز این ماشین قرازر به من دادی من یه کادیلاک میخوام بابا کادیلاک یا قایقم هم پشتش باشه در نام ایسای مسیح دیگه این ماشین قراز هم دور میشه فردا با یه دو چرخه باید بریم سر کار وقتی میخوایم در نام ایسای مسیح با گناهان و امور این دنیا آلوده بشیم خداوند جواب نمیده میگه چون من میدونم سلا اگه بخوام اینا رو که خاص و نفس تو جواب بدم تو رو نابود میکنه پسرم نابودت میکنه اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد اگر به اسم من طلب کنید یعنی اگر در شخصیت من باشه چون اسم نشانه اون شخصیته اسم عیسی معنیش چیه؟ نجات دهنده نه؟ میگه هر چی که شما در رابطه با نجات خودتون خانوادهتون افراد خانوادهتون فامیلتون دوستانتون هموطنانتون مردم دنیا طلب کنید بدونید من به شما میدم کلام خداوند داره به ما میگه میگه نه تنها شما راه رو میدونید بلکه میدونید چجوری به اونجا بیایید به یکی از وسیلهای که امروز میتونیم به ملکوت خدا راه داشته باشیم همین دعاست در نام مسیح که میگه درهای آسمان رو باز میکنم ها آسمان رو برای شما باز میکنم هللویا چه چیزهایی مونده تو قلبتون که مشتاق خداوند به شما بده و براش دعا نکریم منوس. چند نفر تو خانوادامون هستن توی فامیلمون هستن از هموطنانون هستن از کارمندان هستن که هنوز نجات ندارن و براشون دعا نکردیم وقتشه وقتشه چون ایسایی که به تمام وداش عمل کرد و تمام وداش رو با قیام و زنده شدنش مور کرد به ما این قول داده که اگر در نام من طلب کنی به شما داده،, داده, خواهد شد با هم دعا کنیم ای شکرت میکنیم که امروز در ظلمت و تاریکی نیستیم بلکه راه رو میدونیم راستی رو شناختیم و حیات جاوید داریم همه اینها رو داریم به خاطر لطف و محبت تو ای عیسی عزیز همه اینها رو داریم چون خداوند تو خودت رو به ما مکشوف کردی و این زور انسانی و فلسفه ما نبود که تو رو پیدا کرد بلکه تو خودت اومدی تا خودت رو به ما انسانهای گم آشکار کنی و متشکریم ای خدا متشکریم برای همین یک راه عظیم که برای ما به جا گذاشتی چون فرمودی که دروازه که به جهنم میره گشاده و راه بسیار پن و بسیاری از اون راه میره و اون راهی که به ملکوت خدا میرسه دروازه تنگ و راه باریک و تو فرمودی تو اون در هستی که هیچ کس جز به وصله تو به پدر نمیرسه عیسی مسیح ای شبانه نیکو دعای ما اینه که خانواده های ما رو ملاقات کنیم روح قدس تو چشم اونها رو باز کنه قلب اونها رو باز کنه همسایه هامون هموطنانمون همکارانمون فامیلمون خداوند در سر و سر دنیا تو عمل کن و اونها رو نجات بده چون اسم تو نجات دهند است در نام تو عیسی مسیح از پدر می طلبیم. آمین